الأرض تبكي والسماء وويلا، هذا حسين بالدماء وويلا. الأرض تبكي والسماء وويلا، هذا حسين بالدماء وويلا. أمه ذا حسينك يا زهراء، لو تنظريه عاريا في البيداء. أمه ذا حسينك يا زهراء، لو تنظريه عاريا في البيداء. أذاب أحشاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخلافية هي بالنسبة له هذا المورد، العقد على البنت الباكر الرشيدة. إذا مو باكر فلا خلافة، يعني إذا سيب. إذا باكر هو مو رشيدة أيضا لا خلافة، بدون الولي لا يصح. فالسيب لا يحتاج إلى الولي بلا خلاف. فالباكر غير الرشيدة لا أمر لها نفسها، بل الأمر للولي الشرعي، سواء أب أو أب الأب أو الحاكم الشرعي. الخلاف في الباكر الرشيدة. أنا بنظري احتياط وجوبي قلت من الناحية التكليفية، من الناحية الوضعية لا. وسبب الخلاف اختلاف الروايات في المسألة، وفتاوى الفقهاء مختلفة لهذا. المرأة الكتابية أيضا محل خلاف. جماعة قالوا مطلقة لا يجوز العقد عليها للمسلم منقطعا ودائما، جماعة قالوا مطلقة يصح، وأنا مع هؤلاء منقطعا ودائما. جماعة فصلوا بين الدائم والمنقطع أيضا تبعا للاستفادة من مختلف الروايات، ولكن تعليمها العدة لا يجب، لأنه لا هي تعمل بأحكام دينها. نعم يجوز لها أن تعمل بأحكام ديننا، في القرآن الكريم هم أكو آية أنهم إذا راجعوا رسول الله صلى الله عليه وآله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم، اگر ببینید اگر راه داره که از اون که پول داده بپرسه، که باید از اون بپرسه، چون به نتیجه این امین اون شخصیه که پول داده، گفته برای این حسینیه، این حسینی هم مجلس نداره، ازش باید بپرسه. اگر راه داره که مثلا یه نفر رو راه داره ازش بپرسه، نمیتونه به حسینیه دیگه بده. اما اگر
راه نداره یا نمیدونه کی داده، یکی به یکی داده دست شما رسیده، نمیدونید مال کیه این پول، یا اینکه پول جمع کردن. اگر امکان نبوده ظاهرا اشکال نداره. یه مسئله خلافی مشهور اینه که میت مالک نمیشه، ظاهرا همینم درسته، مقتضای عدله همینه فقط. اما اختصاص پیدا میکنه، ملک یه چیزه، اختصاص چیز دیگه است و هر دو مانع از تصرف دیگریه. یعنی دلیلی نداریم بر اینکه میت لا یختص بشه. یعنی اگر فرض کنید میتی رو توی جای دفن کردن، این بعدش اومدن روی این قبرش سنگ گذاشتن و سنگ را اونی که گذشت در ملک خودش قرار نداد، خارج کرد از ملک خودش، این سنگ اختصاص به این میت پیدا میکنه. وقت ما دلیلی نداریم که میت اختصاص بهش پیدا نمیکنه. نفسش نه، تصرف غیر درش جایز نیست. مثل ملکه اما ملک نیست. الان این چیزایی که مثل حرمای معصومین علیهم السلام یا اولاد معصومین انجام میدن، سنگ تلاس، نقره است، پر این مال کیه؟ ملک کیه؟ این اختصاص به اون معصوم داره، اختصاص به اون معصوم زاده داره. آره معلوم، اختصاص، حق اختصاص. این را فقها ها متعرض هستن. شیخ تو مکاسب یادم نیست متعرض هست یا نه، اما در حواشی و شروح مکاسب هست، تو کتاب های مفصل هست غالبا. حق اختصاص یک حقه. مثل حیوانات میمونه، اجلکم الله، ببخشید. زید یه اسب داره، یک کسی میاد به زید هدیه نمیده، به این اسب زید میگه من اینو به زید نمیدم، با زیدم قهره، اما از این اسب خوشش اومده، یک لجامی چیزی برای این اسب قرار میده. اسب که مالک نی، به صاحب اسبم که تملیک نکرده، بیعی، هدیهی، هبهی، اینایی، وقتی میشه مختص به این. حتی خود صاحب اسب دیگه نمیتونه تصرف برش. برگشتش به عمومات، عمومات چیزی که مالک نداره، برگشتش پیش به حاکم شهر، یعنی سهم امام میشه، لیس له مالک غیری، در روایت، مضمون روایت حضرت. نه آره خب معلوم، مجلس که از بین رفت، اگه ملک نبود قبر، آخه حالا ها یک کسایی زمین یا یه خونه ای رو میخرن از مالک، نه اینکه یه زمین رو میگیره، نه اون مالکش یا خداست یا کسی که لله و لمن عمرها، دفن اموات تعمیر اسمش نیست. تعمیر یعنی خونه، باغ، اینجور چیزا. وقت اگه ملک نبود و میت خاک شد که نبش جایز شد، چه اشکال داره کسی دیگر دفن کنه؟ اما اگه در ملک کسی بود، یه میتی تو خونه خودش دفنش کرده،
که سابقا توی کربلا و نجف متعارف بود، من دیده بودم خونه های متعدد توش قبر بود، صاحب خونه وصیت کرده بود یا بدون وصیت تو خونه دفنش کرده بودم. اگه قبرستان شخصی باشه میفروشه یا هدیه بهش میده میشه ملک. چرا نه؟ چرا نه؟ چون ملک وقتی که مالک نداشت اختصاص هم رفت از بین، یعنی حق اختصاص اقل و اکثره. اگه شک کردیم حق اختصاص هست بعد یا نه، این در مرحله جای استصحاب هست، اما در مرحله سبب اصل عدم جلو استصحاب رو میگیره. میشه سهم امام، سهم امام علیه السلام که شد دیگه امرش موکول به دلیلی نیست که ورثه حق داشته باشن. نه، ملک میت منتقل میشه به ورثه، نه حق اختصاص. دلیل نداریم که حق اختصاص منتقل میشه. بله بعضی حقوق هست مثل حق تحجیر، مثل اینا که متعرض هم هستن فقه ها ذکر فرمودن، منتقل به ورثه میشه. حق خیار، اینجور حقوق. اما انتقال به ورثه دلیل میخواد. ولی من اشتره البلدیه، مو مالکه، الأرض لله ولمن عمرها، مو وللبلدية. البلدية ما الحق، الصحارى، الأراضي الجرداء لا مالك لها إلا الله ومن عمرها. إذا يعمر القبر مو تعمير، منصرف عنه. شي نه، شو ميقول بلدية يعني شهرداري، شهرداری مالک شرعا؟ نه. میدونم هر کار کرده باشه، مالکه مالک نیست. یکی از چیزهایی که متاسفانه مسئله که خیلی ها بلد نیستن، همین حکومت ها زمین میفروشن. چی کار هست که زمین میفروشن؟ یه وقت عرض کردم من بودم یک به قول سابق متصرف کربلا بود، یعنی استاندار. اسمش هم یادمه حالا، که این حی الحسین کربلا را صلوات الله علی الامام الحسین صحرا بود. گرفت قسیمه قسیمه کرد، ظاهرا 600 متر میفروخت به 10 دینار. اون وقت 10 دینار پول دو تا گوسفند بود، 600 متر، ظاهرا 600 متر. اومده بود پیش مرحوم اخوی، مرحوم اخوی بهش گفتن این کشور کربلا جزء عراق، عراق کشور اسلامیه یا غیر اسلامی؟ گفت نه اسلامیه. گفتن پس چرا احکام اسلام رو نمی کنید؟ گفت چی؟ گفتن شما زمین فروختی، زمین چی کار هستی؟ شما مالک زمین هستی، مالک زمین خداست و هر که تعمیر کنه. گفت خیلی ارزون ما فروختیم، 10 دینار، 600 متر 10 دینار فروختیم. گفتن همین 10 دینار به چه مناسبت داری میگیری؟ پیغمبر خدا، ملاک پیغمبر خدا هستن در اسلام، فرمودن الارض لله ولمن عمرها، تو چه کاره ای که میفروشی؟ مالکی؟ این ملک کی برات قرار داده؟ خیلی جا خورد. من تا حالا نشنیدم هم چیزی. گفت ببین، تو تمام کتب فقهی تمام مسلمین شیعه و غیر شیعه اینجور نوشتن، بلدیه مو مالکه. چی؟ بله بله. عرض کردم یه وقتی کسی تو خونه خودش یه ملکی از کسی خریده، یه خانه است، یه باغه،
صاحب داره، مالکه، از مالک میخره، یا خودش یه خونه بنایی کرده، باغ درست کرده، شده مالک. الارض لله و لمن عمرها، این تعمیر کرده شده مالک. وقت میاد یه قبر به کسی میفروشه تو این خانه، معیبی نداره، ملکشه، میفروشه به این شخص برای اینکه دفن بشه اینجا، عیبی نداره، ملک منتقل میشه. مادامی که زنده است مال خودشه، وقتی که مرد میشه حق اختصاص، مال ورثه نمیشه. چون ادله ای که میگه مترچی مالکه به ورثه میرسه، معلوم نیست شامل این بشه، اقل اکثر قدر متيقنش چیزهایی است که غیر مثل قبر و اینا باشه. اگر کسی که فروخته مالک زمینه و به، اما اگه به قولشون بلدیه داره میفته، بلدیه چیکار است؟ نه خداست، نعوذ بالله، نه اینکه احیا کرده این را، احیاهات لله و لمن الارض لله و لمن احیاها، چی؟ عمرها، ببخشید. نه با معلوم چی به چه حقی؟ احکام باید از خدا رسیده باشه. این الحکم الا لله، اونم به وسیله پیغمبر خدا و عطرت طاهره صلی الله علیه و علیه. اگه اسلامه که پیغمبر خدا اسلام شناسش هستن اینجوری فرمودن، اگه چیز دیگه از اسمش اسلام نیست. حالا کسی نماز ظهر 5 رکعت بخونه میشه اسلام؟ چون گفتن 4 رکعت نماز صبح 3 رکعت بخونه میشه اسلام؟ نه، تو گفتن 2 رکعت بخونه. معلوم نیست، محرز نیست، این متبادل. فرقش همین، این ادله قصور داره. یعنی الان برداشت من اینه، ادله که میگه تو قرآن کریم روایات که کسی که مرد املاکش منتقل به ورثش میشه، اینم جزء بشه، یعنی مالک میشن، وارث میشه مالک. نمیدونم، بعیده. همین منصرف نی ملک از قبر، ما بقول ایشون لو کان لبان. بله، آره، التنوق فی الکفن یکی از مستحباته، که آدم کفن خیلی ارزشمند، پارچه های خیلی گران و قیمت مستحب کفن کنن. حالا این کفن میشه مال ورثه؟ اختصاصه میدونم. نه اگه نرف از بین، اگه نرف از بین، کفن قیمتی طلا کوبم هست، فلانم هست، از بینم نرفته، خود میت خاک شده این پارچه. یه پارچه های سابقا میگفتن ترمه، نمیدونم این اصطلاح کجا بود، اینا بعضی هم میگفتن صدها سال میمونه، با کسی میشه، حالا تو ترمه دفنش کردن، خودش هم خاک شده، این مال کیه؟ مال ورثه است؟ معلوم نیه، ادله قصور داره، ضیق و مرکیه است، روشن نیست. یعنی اطلاق، ببینید یه وقت ما شک در مراد میکنیم، اصالت الاطلاق، یه وقت شک در ظهور میکنیم، اینجا اصالت الاطلاق نداریم، اصالت عدم الاطلاق. در حیات نه، کفن تجهیز میتین از اصل ماله، قدری که شأنشه، وصیت هم نمیخواد. اما اگه تعیین کن گفت تو این پارچه منو کفن کنید، به این از ثلث مالش بیشتره، باشه، اشکال نداره.
تجهیز میت از اصل ماله، وصیت از ثلثه، وصیت غیر تجهیزه. اگه گفته تو این مرا کفن کنید، یعنی این وصیتی که به ثلث میشه، چون تجهیز از اصل ماله، مثل حج میمونه، از ثلث هم بیشتر باشه اشکال نداره. بله همین تجهیز شد، عیبی نداره. از ادله استفاده میشه، این حکم جماعت داره نه فقط ثواب، ظاهرا محل خلاف هم هست. بعضی گفتن که تکبیر بگه بشینه تو تشهد و بعدش باشه نماز رو از سر بگیره، اما بعضی های دیگه هم که تو ذهنم هست، مرحوم اخوی تو الفقه دارن این را، دیگران هم هستن، یعنی اونجا تو ذهنمه، که میگن نه این دیگه تکبیر نمیخواد بگه، همین جماعته. یعنی اختلاف در اینه که متبادر از این دلیل که میگه اگر نرسید به جماعت تو تشهد اخیر رسید تکبیر بگه و بشینه، متبادر ازش، خلاف در اینه که متبادر این هست یا نیست. متبادر اینه که این جماعت نه فقط ثواب جماعت داره، لحاظا به همین بعض تصریح کردن که اگه بعد کفا میشه دیگه تکبیر نگه، اگه تکبیر نماز گفت باطل میشه اون. نه بحث اینه که حق داره تا قصد انفراد کنه در اینجور جا یا نه. مثل اینکه اگه امام جماعت به جماعت ویساده، یک کسی بیاد به قصد انفراد تکبیر بگه، تنافی داره با هم، مگر اینکه راسته قصد انفراد کنه، نه اینکه نیت جماعت بکنه یا بخواد فقط ثواب جماعت گیرش بیاد. خلاصه گفتن متبادر از دلیلی که میگه اگه به جماعت نرسید، امام جماعت تو تشهد اخیر بود، تکبیر بگه باهش بشینه، این نیست که فقط ثواب نماز جماعت بشه، این جماعته، تنزیلا این جماعته. بله چه گیره داره بگیم نماز چه ادامه بده؟ چون دلیلی که میگه در تشهد اخیر، میگه حتی اگر در تشهد اخیر، اینه ظاهرش چی؟ وقت این دلیل ها نه همین مورد یا موضوعه، نه یعنی متبادر ازش این نیست که انسان تکبیر، دلیلی که میگه تا قبل از رکوع اگه تکبیر گفت میشه جماعت، تخصیص خورده به این دلیل. ها تشهد آخر موضوع یا مورد؟ اگه شک کردیم، اگه موضوع نه، اگه موضوع نه توسعه نیم، یعنی ببینید اگر در تشهد اول اومد و تکبیر گفت که گیری نداره، تشهد اول هم میشینه، چرا گفتن اینا چیه؟ محل خلافه، اما یه عده گفتن، یه عده گفتن ظاهرا صاحب عروه نمیدونم جزو همین هست یا نه، عروه داره. وقت اگر استفاده شد، اگر که جماعت استفاده کردن که اگه در تشهد اخیر رسید، یعنی معنات این یه تخصیصیه در دلیلی که میگه تا اگر قبل از رکوع نرسید این جماعت نیست، الا
اگر رسید حتی در شهاد اخیر، یعنی اگر اونو بعضی گفتن، حالا همه نمیدونم، یعنی اتفاقی نمیدونم هست یا نیست، اما میدونم یه عده‌ای گفتن این رو. رو این مبنا بله، چرا نه، همیشه جماعت احکام جماعت هم داره. وقتی یکی از احکام جماعت اینه که، یعنی وقتی معلوم شد که تشهد اوله، وقتی که پا میشه در رکعت سیوم، اگه امام تو رکوع بود، اینم با امام رکوع بود، از رکوع پا شد به خاطری که خیال کرد امام پا شده، دید نه پا نشده، یه رکوع دویم میره، نمازش هم اشکال نداره. یکی از شرایط نماز جماعت این نیست که امام جماعت راضی باشه. یکی تصرف در لباس و چیزی اون که نداره میکنه. شرایط صحت جماعت اینه که شمایی که دارید مأموم هستید پشت سرش نماز میخونید، اینو عادل بدونید. همین بگه اون راضی، بگه راضی نیستم دست به پیرهنم بزنی، به لباسم، حق داره. بگه لازم نیستم، راضی نیستم دستمو بگیری بکشی، حق داره. اما شما تصرف در اون ندارید، مثل مرجع تقلید میمونه. یه مرجع تقلیدی بود، خدا رحمتش کنه، رساله چاپ کرد و تو اولش نوشت این نظرهای منه، اما راضی نیستم کسی بهش عمل کنه، تقلید از من کنه. به خود اون مرجع تقلیده گفتم رضایت شما شرطه، اگه کسی شما رو اعلم میدونه میتونه بهش عمل کنه. ساکت شد. به چه دلیل رضایت مرجع تقلید شرطه؟ شما بله، شما باید اون را عادل بدونید، فقیه بدونید، اعلم بدونید. اگه خودشم داره میگه من اعلم نیستم، اما شما میدونید این اعلمه، اشتباه میکنه، حق دارید تقلید. امام نماز جماعت تقلید، اینا شرطه شده. وقت دلیل دیگه هم که نداره که باید اون راضی باشه. سابقا یک خطیبی بود میگو جماعت از فقها که الان هم یادم فوت شدن، از مراجع میگفتن جزء حقوق شرعیه نیست، تو صدات در نیار تا کسی، یا میگه من راضی نیستم فلان کس صدای من رو بشنوه. جای صحیح، البته مسئله تأمل میخواد. حق بودن یک نوع حکمه، دلیل شرعی میخواد. اگه این صداشو توی بلنگو داره صحبت میکنه و همه دارن میشنون، بگه من راضی نیستم فلان کس بشنوه صدای من، این با گوشاشو بگیره. خب میگه راضی نیستم کسی ضبط کنه این صدای من. حالا که جماعتی از فقها مراجع معروف میگفتن این حق نیست، حق شرعيني. وصلى الله على محمد وآله. الأرض تبكي والسماء وويلا، هذا حسين بالدماء وويلا. الأرض تبكي والسماء وويلا، هذا حسين بالدماء وويلا. أمه ذا حسينك.